زنی بود که در خانه اش مار نگهداری میکرد و بعضی شبها که همسرش نبود به جای شوهرش با اون میخوابید. اما کاری که این مار با اون انجام داد بسیار تکان دهنده و تعجب آور بود. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیست که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل آمازون تیوی همراه باشید. زنی بود که عاشق پرورش حیوانات خانگی در خانه بود و عاشق پرورش گربه بود و این زن با مردی ازدواج کرده بود که هرگز از پرورش حیوانات خوشش نمی آمد و از پرورش آنها در خانه متنفر بود. شوهرش بعد از ازدواج برای مدت‌های طولانی به محل کار می رفت و در طول هفته فقط یک روز به خانه برمی گشت. این زن تا مدت‌ها بعد از ازدواج بچه دار نمی شد. او برای درمان مشکل نازاییش به پزشکان زیادی مراجعه می کرد ولی خداوند متعال به او بچه ای عطا نمی کرد. بنابراین زن به مشهورترین پزشک شهر مراجعه کرد و پزشک به او گفت که برای درمان مشکلش باید یک عمل جراحی انجام دهد. اما متاسفانه این عمل هم جواب نداد و تمام تلاش های زن بی جواب ماند. برای همین زن سعی کرد خلأ نبود فرزند رو با حیوانات خانگی پر کند و خودش رو مشغول بزرگ کردن گربه و سگ کند. اما شوهرش به همین دلیل خیلی به خانه رفت و آمد نمی کرد و زن مدتها در خانه تنها می نشست. یک روز بعد از بازگشت شوهرش از سفر و مأموریت کاری از تعداد گربه های داخل خانه شوکه شد. شوهرش به او گفت چرا این همه گربه را در خانه بزرگ میکنی؟ او گفت من بچه این ندارم و فکر میکنم گربه ها بچه های من هستند و مرا سرگرم میکنند. به علاوه من در خانه تنها هستم و تو مدام در حال سفرهای طولانی. بنابراین من این گربه ها را بزرگ میکنم و خودم را با اونها مشغول میکنم. شوهر به او گفت من این گربه ها را نمیتوانم در خانه تحمل کنم و فردا مجدد به سفر خواهم رفت و دفعه بعد که برمیگردم امیدوارم دیگر هرگز این گربه ها را در خانه نبینم. شوهر این را گفت و فردا مجدد به سفر خود رفت. اما این زن خیلی لجباز بود، بنابراین از شر همه گربه ها خلاص شد و رفت و یک سگ بزرگ خرید. او اوقات خود را با سگ جدیدش سپری میکرد تا اینکه شوهر از مسافرت برگشت و شوکه و عصبی شد و به او گفت گفتم گربه ها را از خود دور کن ولی تو از شر اونها خلاص شدی و به جاش یک سگ آوردی؟ شوهر به زن گفت که دیگر این وضعیت برایش قابل تحمل نیست و بدون اینکه شب رو در خانه بمونه برای خود یک سفر جدید جور کرد و به مأموریت بعدی رفت. زن از شر سگ هم خلاص شد و بسیار ناراحت بود، زیرا به پرورش حیوانات بسیار علاقه داشت و با نداشتن فرزند تنها امید او همین حیوانات بودند. زن با خود فکر عجیبی کرد و گفت من در خانه برای خود یک مار می آورم و شوهرم نه این موضوع را احساس می کند و نه از آن باخبر می شود. مار کوچک است و صدایی در نمی آورد و می شود مار را در جعبه ای که شوهرم نبیند مخفی کرد و روزهایی که شوهرم خانه نیست هم می توانم او را در کنار خودم بخوابانم. پس زن رفت و یک مار خرید و جعبه ای برای آن آماده کرد تا در زمان حضور شوهرش مار را در درون جعبه پنهان نماید. وقتی شوهر از سفر برگشت زن با خوشحالی به پیش همسرش رفت و گفت من از شر همه ی حیوانات خانه خلاص شدم و از تو معذرت میخواهم و دیگر هرگز بدون اجازه تو هیچ حیوانی را به خانه نمی آورم. شوهر به او گفت عذرت را میپذیرم. مرد با خرسندی وارد خانه شد و چند روزی را در کنار همسرش ماند ولی مجدد مجبور بود به یک سفر دیگر برود و بعد از چند روز از همسر خود خداحافظی کرد و او را دوباره تنها گذاشت. زن که مار را درون یک جعبه در زیر تخت خود قایم کرده بود بعد از رفتن شوهرش به سراغ جعبه رفت و او را از جعبه بیرون آورد و در نبود شوهرش او را در کنار خود خواباند.
اما سرنوشت و عاقبت این زن خیلی دردناک بود. او هر روز مار را در کنار خود می‌خواباند، اما یک روز زن متوجه شد که مار به طور کامل از غذا خوردن دست کشیده و هیچ چیزی نمی‌خورد. زن که بسیار نگران مار بود سعی کرد با او غذا بخورد و فکر می‌کرد که او مریض شده. مار مدت زیادی در همین وضعیت باقی ماند و غذا نمی‌خورد. زن پا به پای او می‌رفت، جای او را گرم می‌کرد و اجازه می‌داد مار به دور او بپیچد و خود را گرم کند و در کنار او می‌خوابید، در حالی که برای او ناراحت بود. زن پس از چندین هفته تصمیم گرفت او را برای معالجه به پیش یک دامپزشک ببرد. دکتر وقتی مار را دید که در اطراف زن حرکت می‌کند از او پرسید آیا معمولاً علائمی از بی‌اشتهایی در مار وجود دارد؟ زن پاسخ داد بله. سپس دکتر از او پرسید آیا او هر روز در کنار شما می‌خوابد؟ زن گفت بله. او به من وابسته است، هر جا می‌روم دنبالم می‌آید، در تخت کنارم است و گاهی برای گرم شدن به دور من می‌پیچد، اما وقتی بیدار می‌شود با چشمانش مرا دنبال می‌کند و با خودم می‌گویم حتماً گرسنه است، پس برای او غذا می‌آورم، اما متاسفانه چیزی نمی‌خورد و در سر جای خود باقی می‌ماند. دکتر لبخندی زد و به او گفت خانم، مار مریض نیست، او آماده می‌شود که شما را ببلعد و سعی می‌کند مدت زیادی غذا نخورد تا شکمش آماده شود تا شما را ببلعد و هر شب دور شما می‌پیچد، نه از روی عشق به شما. او سعی می‌کند اندازه شما را اندازه گیری کند تا شکمش به اندازه شما شود و در زمان مناسب آماده حمله به شما می‌شود. پس مراقب باشید و هشدار می‌دهم که سریعاً از شر او خلاص شوید. زن بسیار شوکه شده بود و خود را قربانی مار می‌دید و مدام در ذهنش حرفای شوهرش تکرار می‌شد و تازه فهمیده بود که شوهرش او را دوست داشته و برای همین به او هشدار می‌داد که برخی حیوانات می‌توانند به انسان‌ها خیانت کنند. پس زن از شر مار خلاص شد و داستان را برای شوهرش تعریف کرد و دوباره از شوهرش عذرخواهی کرد و در کنار شوهرش به خوشی زندگی کرد و صبر کرد تا اینکه خدای متعال به او بچه‌ای عطا کرد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.